شما برنده خوش‌شانس یک دستگاه اتومبیل لامبورگینی، مازراتی و فراری سال شدید. همچنین سفری به مدت دلخواهتون به هر نقطه‌ای از جهان که باب میلتونه و اقامت و بهترین و مجلل‌ترین هتل‌های جهان که برای شما در نظر گرفته شده به انتخاب خودتون. علاوه بر اینا شما میتونید هر چند دست لباس از بهترین مارکای جهان که اتفاقا مارکای ایتالیایی هم هستن سفارش بدین تا براتون تهیه بشه. دیگه چی میخواین؟ یه خونه مجلل؟ نه، چند تا خونه مجلل، هر نقطه از دنیا که باز بخوای، همه رقم امکانات داخلش براتون میسازی. براتون میسازیم ها. خب سری آ ایتالیا کالچو، شنبه یک شنبه چه لذتی داره فوتبال ایتالیا رو دیدن، به خصوص فوتبال یوونتوس. حالا داشته باش یه صندلی تو جایگاه اختصاصی ورزشگاه‌های دنیا برای تماشای بازی‌های تیم فوتبال یوونتوس برات رزرو شده. همین فینال جام باشگاه اروپا، ورزشگاه المپیک برلین، یوونتوس بارسلونا. Subito Rakitic porta in vantaggio il Barcellona, 3 minuti 27 secondi, Rakitic. Morata in area, appoggia dietro, Vidal, alto però, Suarez per Dani Alves, Buffon con un miracolo, la prima straordinaria parata di Buffon, attenzione ancora al Barça. حتی اگه اهل سفر و گردش هم نباشید، از سفر به روم، ونیز، فلورانس، سیسیل، نیویورک، جزیره قناری و خیلی جاهای دیگه میگذرید، ماشین باز هم نباشید، ماشین باز اصلا نیستی، اصلا ماشین براتون مهم نیست، ولی دوست دارید حداقل یه بار سر مازراتی، لامبورگینی، فراری، اصلا وقتی همچین چیزی رو بهتون بدن ازشون میگذرید. 1961 فراری 250 GT کالیفرنیا. Less than 100 were made. Father spent 3 years restoring this car. خداییش، خداییش، صادقونه بگید. اگه فضا براتون فراهم باشه، امکانش وجود داشته باشه، واقعا دوست دارید چند تا از این ماشین‌های گرون قیمت دنیا رو داشته باشید. اگه بهت بگن اختیار داری هر چند تا انتخاب کنی، چند تا انتخاب می‌کنی؟ خب اما این چیزایی که الان گفتیم تو رویاهامون هم تصورش برامون سخته. اگه من بیشتر از این ادامه میدادم قطعا خیلی دیگه خندتون میگرفت، او این طرف مشکل داره، مخش معیوب شده. این رویاها رو دارید، همه قوطه بر بودیم توش. این رویاها، این چیزایی که حتی تو قالب رویا برامون قابل تصور نیست، واقعیتای زندگی یه آدمه. اسمش باشه، اسمش رو میگم، ادواردو آنیلی، وارث کارخانجات اتومبیل سازی فیات، مازراتی، فراری، لامبورگینی و غیره، مالک چندین شرکت طراحی و مد و لباس، مالک چندین شرکت ساختمانی. آقای ادواردو آنیلی که خدمت معرفی کردیم، تنها وارث سهام اصلی چندین شرکت ساختمانسازی و راهسازی بزرگ دنیا بود. حالا قبول داری که واقعا نمیشه از اینا به راحتی گذشت؟ واقعا نمیشه راحتی گذاشت. الان چند تا از ما هستیم که به خاطر یک قرون دشایی دین و ایمان و خیلی چیزای خودمون امکان داره به باد بدیم. حالا یک قرون دشایی نمیشه، دو قرون دشایی که میشه ها؟ دو قرون دشایی نشه، بالاخره یه رقمی دم اون کسی گرم که هر چقدر این رقم میره بالا هیچ چیزی به باد نمیده، ولی چند تا از این آدمو پیدا میشه. این باشگاه یوونتوس که یه صندلی اختصاصیش باز تو رویاهای ما نمیگنجید، مارکش همین آقای ادواردو بوده. تازه میگم یکی از کارهای فرعیش بوده. روزنامه پورتیراژ ایتالیا، اینا هم از جمله ارث‌هایی بود که باید به ادواردو میرسید. وارث سهام عمده شرکت‌های ساخت تجهیزات پزشکی، هلیکوپترسازی ادواردو آنیلی بود. وارث چندین بانک خصوصی و درآمد سالانه 60 میلیارد دلار. توجه کنید 60 میلیارد دلار که در اون زمان 3 برابر درآمد نفتی ایران بودش فقط. همین آقای ادواردو به تنهایی، تنهای تنها همه اینها برای ادواردو بوده. فارغ التحصیل رشته فلسفه و ادیان شرق در مقطع دکترا از دانشگاه پرینستون آمریکا و پسر سناتور جیوانی آنیلی و تنها وارث ثروت افسانه‌ای خانواده پادشاهی ایتالیا بود.
خانواده پادشاهی میدونی یعنی چی؟ خانواده آنیلی معروف به امپراتور غیررسمی ایتالیا و این آقای ادواردو تنها وارث این امپراتوری بود. خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ میدونی چه اتفاقی افتاده؟ این ارث فقط به یه شرط به ادواردو میرسید. شرطش این بود که این آقای ادواردو برای اینکه به این ثروت و دارایی دست پیدا کنه باید از یه چیزی دست برمی‌داشت. اونم اندیشه و اعتقادش بود. باورتون میشه؟ از این اندیشه و اعتقاد دست بردار. همه اینا برای تو ادواردو. همه اینا. میدونی یاد چی میافتم اینجور موقع؟ یاد بلا تشبیه ادواردو خاک پای پیغمبرم نمیشه. ولی اونجا که پیغمبر میگفت ماه را در دست چپ من و خورشید را در دست راست من بذارید، دست از اون وظیفه خودم بر نمیدارم، اصلا نمیتونستم باش ارتباط برقرار کنم تا زمانی که واقعا ادواردو رو دیدم. یه نمونه کوچولو از فرصتی که در برابر پیغمبر بود. واقعا الان میبینم که نه، واقعا میشه آدم به این درجه برسه. و این درجه هم فقط واسه پیغمبر نیست، آدمی که واقعا بخواد. مگه خب ادواردو چیکار کرد؟ من میگم درجه. ببینید چیکار کرد ادواردو؟ دو تا گزینه آخه پیش روش بود، یه ثروت رویایی و واقعی، و یه طرف دیگه‌ش هم انتخاب اندیشه و باورش بدون اون ثروت. حالا یه جالب‌تر بهتون بگم، ادواردو بین این دو گزینه میدونید کدوم انتخاب کرد؟ ادواردو تمام اون ثروتی که میگم تو رویاها ما تصور میکردیم مسخره بود، پشت پا میزنه به تمام این واقعیت، پشت پا میزنه به تمام این ثروت و اعتقاد و اندیشهش رو انتخاب میکنه. میفهمیم یعنی چی؟ نمیدونم. من وقتی خودم نگاه میکنم که سر چه چیزایی اعتقاد و اندیشه‌هامو به بازی گرفتم، واقعا فقط باید یه آه کشید به حال خودم. حالا یه جالبتر، ادواردو این ثروت رو که زد کنار، حالا اومدن بین مرگ و اعتقادش گفتن یکیشو انتخاب کن، باز ادواردو دنیا و مخلفاتش و همه رو گذاشت کنار و با ولایت علی شهد شیرین شهادت رو نوشید. یعنی ادواردو رو کشتن، بهتر البته بگم شهیدش کردن. و جالبش اینجاست، ادواردو رو از روی پلی انداختنش پایین که توسط یکی از شرکت‌های راهسازی که قرار بود به ارث ببره ساخته شده بود. گفت من رو خواهند کشت، منتها یا خواهند گفت مریض شد، یا خواهند گفت در یک حادثه این اتفاق براش افتاد، یا خواهند گفت خودکشی کرده. منتها گفت من امیدوارم یا معتقد بود که تا زمانی که پدرش زنده است این چتر حمایت او مانع یک همچین توطئه علیه او خواهد شد. یعنی معتقد بود اگر پدرش فوت بکنه این اتفاق براش حتما خواهد افتاد. ساعت 10:05 صبح جسد ادواردو آنیلی زیر پل ژنرال فرانکو رومانو پیدا شد. دقایقی بعد دادستان ویژه و خبرنگاران تلویزیونی در محل حادثه حاضر شدند. تحت پوشش خبری گسترده، بدون آنکه تحقیقات کاملی از سوی پلیس صورت گیرد، جسد تا قبل از ظهر به قبرستان شهر فوسانو در نزدیکی محل حادثه منتقل شد. دکتر کشیک با تایید جراحات ناشی از ضربه بر سر و سینه بدون کالبدشکافی گواهی دفن را صادر کرد. بعد از ظهر جسد به قبرستان خانوادگی آنیلی‌ها منتقل شد و صبح روز بعد بدون حضور خبرنگاران ادواردو آنیلی به خاک سپرده شد. در حالی که شواهد زیادی از وقوع یک مرگ مشکوک خبر می‌داد و دکتر مارکو بابا از دوستان نزدیک ادواردو ادله فراوانی در همین زمینه ارائه کرد، پلیس ایتالیا مدعی شد ادواردو آنیلی خودکشی کرده است. گرچه شهادت و تشیع ادواردو تحت بایکوت بی‌سابقه خبری قرار گرفت و در قربت در یک قبرستان مسیحی به خاک سپرده شد، اما چیزی که او با خود برد از تمام دارایی‌های خانواده آنیلی ارزشمندتر و البته پرهزینه‌تر بود. اگه ادواردو پدرش از دنیا می‌رفت و این ارث بهش می‌رسید، به نظرتون این ثروت عظیم و با این اعتقادش چی کار می‌کرد؟ و به نظر شما کیا احساس خطر کردن از این ادواردو؟ تا جایی که انواع تهمت‌ها رو بعد از مرگ ادواردو دارن بهش می‌زنن، بیماری روانی داشت، این اراجیف میگن که تخریبش کنن، ولی واقعا ادواردویی که مسلمون شده بود، شیعه شده بود، این ادواردو اگر این ارث بهش می‌رسید چه اتفاقی رخ می‌داد و کیا ترسیدن؟ جالب‌تر اینجا که می‌دونید ادواردو وقتی شهید شد ارثش به چه کسی رسید؟
به خواهرزاده یهودیش. آره، چون وقتی ما داریم تاریخ اسلام رو نگاه میکنیم می‌بینیم که یکی از مهمترین اتفاقهایی که اسلام رو یاری کرد علاوه بر شجاعت امثال امیرالمومنین علیه السلام، ثروتی بود که خدیجه سلام الله در اختیار مسلمان‌ها قرار دادش. به نظر شما کیا از این حرکت خدیجه گونه ادواردو ترسیدن؟ ادواردو خیلی لذت براش فراهم بود که دیگه وقت نشد اینجا بگیم. همه چی براش فراهم بود. شما هر تعریفی که از لذت دارید، ادواردو رو بردن توی قرنطینه، حتی هر لذتی که فکرشو کنید براش فراهم کردن. واقعا یه سوال وجود داره و خیلی دوست دارم که بتونم هم جوابشو بگیرم هم بتونم این جوابشو با گوشت و پوست خودم ممزوج کنم. اونم اینه که خیلی دوست دارم بدونم که ادواردو به چی رسید؟ به چی رسید که به تمام این چیزایی که واسش فراهم بود، به تمام اون چیزایی که رویاش برای ما قابل تصور نیست، براش فراهم بود، جلوی دستش بود، توش قوطه بر بود، پشت پا میزنه به همه اینا و اون اعتقاد رو محکم میگیره. واقعا به چی رسید ادواردو؟ فقط انقدی میدونم ادواردو به چیزی رسید که همه ما میتونیم برسیم. ادواردو هیچ چیز ماورایی نبودش. کمترین نتیجه که تو الان خودم گرفتم اینه که عرضه میخواد. یه بار یکی برگشت گفت که مگه این چقدر ثروت داشت؟ من گفتم که هر چی دوست و فامیل و آشنا و کارمند و هر چی که میشناسید سقف داشته هاشون نه، سقف آرزوهاشون ببینید کجاست. همه این آدمایی که دور و بر ما هستن سقف آرزوهاشون کجاست؟ این سقف آرزوهاشون رو یه رقم مادی روش بذارید. مثلا اگه من به این سقف آرزو برسم اینقدر پسنداز دارم، اینقدر درآمد دارم، اینقدر سرمایه دارم. همه این سقف آرزوها رو با هم دیگه جمع بزنید، به جرأت میگم که پول خوردی که تو جیب ادواردو بود نمیشه. نقد تو جیبش بود. ولی به هر صورت جمله آخر واقعا یه تلنگری به خودمون بزنیم، ببینیم که این اعتقادهای ما رقمش چقدره و آدمایی هستن که واقعا اعتقادشون رو نمیشه هیچ رقم خرید. واقعا دمت گرم ادواردو. البته بهتره بگم درود به تو شهید مهدی آنیلی. چقدر آدم به فکر فرو میره. چرا ادواردو اسمشو بعد از شیعه شدن گذاشت مهدی؟ یکم به این نکته فکر کنیم. چرا مهدی؟